میهمان این هفته چهره ها و گفتگوها دکتر علی اصغر حاج سجادی است. نامه‌های سرگشاده او به مسئولین دوران پادشاهی در ایران سر و صدای بزرگی را به پا می‌کند. خصوصا نامه انتقادی 235 صفحه او خطاب به محمد رضا شاه پهلوی که در آن عنوان می‌کند که سقف رژیم شکسته است و آن هم در دوره‌ای که سکوت همگان را فرا گرفته و جامعه در حالتی از خفقان سیاسی به سر می‌برد. با نزدیک شدن انقلاب، شور و هیجان انقلابی او را نیز فرا می‌گیرد و قلم او علیه رژیم پادشاهی و حمایت از انقلابیون به کار می‌افتد. پس از انقلاب سازمان جنبش را بنیان می‌گذارد و در روزنامه جنبش با قلم خود از رژیم برخاسته از انقلاب به رهبری آیت الله خمینی حمایت می‌کند. اما این دوره نیز بسیار کوتاه است و بیش از چند ماه طول نمی کشد که منطق روشنفکری او بر شور و هیجان انقلابی غلبه می کند و در تاریخ 12 اردیبهشت ماه سال 1358 شمسی، یعنی کمتر از 4 ماه پس از پیروزی انقلاب در 22 بهمن سال 57، مقاله معروف صدای پای فاشیست را می نویسد و غروب بهار آزادی و آغاز استبداد فراگیر دیگری را با خمیرمایه های مذهبی اسلامی به مردم انقلاب زده، چپهای انقلابی و ملی و مذهبی ایران هشدار میدهد. هر حال اون چه باید گذشته است و در حال ما در حال حاضر قرار داریم و در برابر ایرانی که فعلا در چنگال اسارت مذهبی، مذهبی و سیاسی گرفتاره، در انتظار پرسشایش ما هستن. شما در تازه ترین مقاله خود تحت عنوان ولایت فقیه، شریک دزد و رفیق قافله، نوشته اید که تخم فساد در اندیشه آقای خمینی در تقریر مبحث حکومت و ولایت فقیه در 9 سال پیش از انقلاب در نجف کاشته شد. نظری که بر اساس آن ملت صغیر است و نیازمند قیم است. آقای دکتر حایست جوادی، آیا با اوجگیری انقلاب شما درباره اندیشه آیت الله خمینی در این باره تردید نداشته اید؟ آیا نمی دانستید که آقای خمینی چنین طرح و نقشه‌ای برای ایران در سر پرورانده است؟ اونچرا که آقای خمینی در نجف در تقریر ولایت و حکومت اسلام گفته، این متاسفانه به علت سانسور شدید در داخل زمان شاه به اطلاع مردم در نیامد و به اطلاع همگان و من جمله بنده جوینده نرسید. یعنی سانسور این گفته ها رو که در واقع به عنوان سمی بود برای آینده ایران، حاضر نشد که در عروق و شرائین فرهنگ ایران تزریق کند و این تکثیر برگردن سانسور زمان شاهست. در نتیجه اون چی که به من مربوطه درباره آقای خمینی، باید بگویم که آقای خمینی صدایی که از بالای منبر با عمامه و عبا از بالای منبر خطاب به شاه گفت که تو میگویی که من به مردم آزادی دادم و تو کی هستی که به مردم آزادی بدی و همین حرف تو جرم هست، بنابراین این صدا ملت به اصطلاح نفرت زده از فساد شاه و سلطنت پهلوی از دانشگاه نشنید، این را از منبر شنید. پس بنابراین این صدای آقای خمینی بود که بر علیه شاه علناً به صدا در آمد. دلیلم بر اون است که آقایان مخالفی نه شاه از آقای مهندس بازرگان و دیگران بگیرید، البته رفته بودن به محکمه نظامی، محکوم هم شده بودن، مخالف هم بودن، خانه نشین هم شده بودن، اما صدایی که باید ملت ایران ره در مقابل سلطنت به صدا دراره و معترض بکنه و میدان بکشاند نبوده. از طرف آقایان مسئله بنده و مشکل جامعه روشنفکری از آرمانگراها، یعنی نسل جوان که به راه دیگری رفته بودند، به راه مبارزه چریکی، و یا روشنفکران ساکت که زبان در کام کشیده بودند، و این صدا از اون صدا بود، از منبر بود. بنابراین
من اون صدا رو شنیدم که مردم شنیدن و در نتیجه هیچ گونه قدمی برای نزدیکی عملی یا نظری با آقای خمینی نکرده بودم. ولی در واقع اون چرا که میدنم واقعیت که باید بود این حق برای آقای خمینی شاید تاریخ محفوظ نگاه دارد در تشریح به اصطلاح جریان انقلاب و حق به حق دار رسید، یعنی آقایان یه طلبی و زبان مشروطیت آقایان آخوندها و مذهبیون نسبت به انقلاب مشروطیت داشتند که به قول خودشون به این حق نرسیدند و بعد دیگران آمدند و این حق را، یعنی روشنفکران همیشه این اصلا طعنه را به روشنفکران می‌زدند که شما آمدید قدرت را گرفتی در حال ما در مشروطیت خدمت کرد. بنابراین انقلاب 57 وصول طلب تاریخی آخوندها و مذهبیون بود از سلطنت و این هم به دست آقای خمینی بود. شما می‌فرمایید که روشنفکران ما این پیام را از منبر شنیدند، آیا شما در تعریف روشنفکری؟ نه روشنفکران نگفتم، گفتم ملت ایران، یعنی برمیگردد به فرهنگ منجیگرایی مسیحانیزم. جامعه ایران محکوم بود به اینکه چشمش ره به کسی بگذاره که میتواند او رو نجات بده. بنابراین دلیل بر این است که ملت از خودش به خاطر گذشتهش در فرهنگش به اصطلاح دینامیسم و تحرک دینامیک در داخل خودش نبود که بیاد تو صحنه. این بود تو منتظر بود یه آقایی بیاد همونطوری که میگفتن خدا یه کسی رو برسون که ما رو از هرج و مرج مشروطیت، ما دیگه خسته شدیم از مشروطیت، از آزادی، ما امنیت میخوایم. بنابراین توده های ایرانی در عروب و شرایطشون مذهب بود و قدری و قضا و قدری، یعنی حساب و کتاب اون چرا که ما در این بر قرب به وجود آمده بود در اونجا وجود نداشت. چشم دخته بودن به منجی که بیاد را نجات بده. ملت ایران حتی در راه پیمایی های انقلاب آقایان روشنفکر ها، آقایان دموکرات ها، آقایان اعتدالیون همه در کنار آخوندها در این راه پیمایی ها شرکت کردند. بنابراین خواهی نخواهی، بخواهن نخواهن، بدبختانه یا خوشبختانه قبول کرده بودند رهبری آقای خمینی ری. این ترتیب روشنفکران آن زمان چشم بسته در وجود آقای خمینی رهبر فرهیخته‌ای رو می‌دیدند که میتونه برای ملت نیکی و خوبی و آبادانی و دموکراسی و مردم سالاری و متاسفانه نه، روشنفکر ایرانی در اون موقع و در اون روحیه در صدد این حسابگری ها نبود، یعنی بیشتر از این دورتر نمی رفت. به نظر بنده که البته فقط نظر منه، اشتباه هم زیاده، در چشم به کسی بود، به چیزی، به جریانی که ایشون را از سلطنت اون چرا که ملموس بود یعنی حس کرده بود در زندگی روزانه به نسبت سن، این وجود آقای خمینی و مذهب نبود. مذهب در زمان آقای اعلی حضرت پهلوی اول و دوم و احمد شاه و مظفرالدین شاه و فلان و فلان، این توی بازار در عزاداری در مناسک مذهبی در نماز جمعه میشناختن، در سیاست نمیشناختن. بنابراین روشنفکر نفرت زده از، یعنی در این حالی که خودش نمیامد میدان این جربزه یا این جوهر و یا این آمادگی رو نداشت که بیاد میدان هزینه به قول خودشون هزینه آزادی رو بده و آزادی رو بگیره، میخواست از دست اون کسی رو که آزادی رو ازش گرفته خلاص بشه. وقتم نداشت حساب کنه که این آقای خمینی چیه، برای اینکه حتی همون گفته های آقای خمینی در نجف 9 سال قبل که گفت مردم ناقصند، ناقص العقلند، احتیاج به قیم دارن، همون قیمی که صغیر احتیاج داره مردم هم به حاکم و قیم صالح احتیاج دارن. یعنی در اصل 57 قانون اساسی ملت ایران به صغارت کشون و ملت ایران تأیید کرد. حالا بنده اگر نبودم رأی ندادم یا روشنفکران ندادن، ولی ملت رأی داد و تأیید صغارت صغیری خودش رو در اصل 57 قانون اساسی گرفت. این تو که شما میفرمایید این روشنفکران بودن که خودشون رو در کنار خواستهای مردم قرار دادن
و خودشون رو در موقعیتی ندیدن که به مردم هشدار بدن. به این ترتیب میتونیم بگیم که شور انقلابی و شور و هیجان و احساس بر خرد غلبه میکنه در روشنفکران ما و بسیاری از جمله خود شما به یک فرایند انقلابی کشیده میشین و تو این فرایند انقلابی مقالاتی می‌نویسید در روزنامه جنبش که خودتون بنیان گذاشتید. در این روزنامه شما از کسانی هستید که خواهان برخورد قاطع و لزوم نابودی ضد انقلاب و عوامل رژیم پهلوی هستید. این به خاطر اینی که پاسخ داده بشه به یک دوره از زمان شرایط خاصی که شما داشتید و خیلی های دیگه ممکنه. در مقاله به تاریخ 26 بهمن سال 57 شما اعلام میکنید که باید علیه مقامات دستگیر شده حکومت سلطنتی اعمال خشونت بیشتر انجام بگیره. آیا شما فکر میکنید در این برهه زمانی احساس بر خرد شما غلبه کرده بوده؟ البته به طور سریع این جمله ایره که من نوشتم نمیدونم چیه، ولی بعد از او صورتهایی که در میاد برای کسانی که باید قلع و قمع بشن، یعنی بریزن تو خونه های مخالفین با قید آزاد، یعنی اون چرا که دلشون میخواد در این خانواده بخونه، این صورت هم مشخص بود، اسامی هم مشخص بود. من جمله در این صورت ها حاشیه جوادی بود، علی اصغر حاشیه جوادی. بنابراین بنده در اینجا بودم که بنده و خانوادم که قلم به حق میزدم و از حق دفاع میکردم، بنابراین الان در معرض این هستم که آقایان ساواکی ها بریزن تو خونه بنده، همون دوری که در یکی از روزها افتادن به دنبال دختر من که از مدرسه برمیگشت، همون طوری که آقای سرهنگ وجدانی بی‌نوا که بنده براش متاسفم آمد توی منزل من و هفتیر کشید که من رو بکشه که من نبودم، که زن من به حالی افتاد که بردنش مریض خانه و الان در حضورتون نشسته و شاهده. بنابراین ما در معرض وحشی ترین، یعنی باز حتی آقای ثابتی توی خاطراتش می‌نویسه اشرف پهلوی مرا خواست، گفت آقا این چه افتضاحاتیست، این هرجمت چیه، این پرا، گفتم ما گناهی نداریم، ما گزارشی دادیم برای اعلی حضرت که راه حل دادیم. گفتیم این آدم ها، این نارضایتی، یعنی گروه های نارضایتی اینا هستن، ما می توانیم اینا رو سرکوب کنیم، راحت بشید. من جمله علی اصغر واسه جهادی. خب پس بنابراین در این صورت مسلم بود که حب نفس و ذات نفس بنده به هر چیزی ترجیح می دم، برای خودم و زن و بچه‌ام که بریزن تو خونه من. شما در گفتگویی در مورد برادرتون شادروان صدر حاشیه جوادی، احمد صدر حاشیه جوادی، گفتید که به نظر من یکی از زیباترین نوشته های ایشان برادرتون نامه عذرخواهی او بود که به ملت ایران نوشت. آن نامه نشان داد که او صمیمانه قصد خدمت داشته و هیچ نگاهی به قدرت نداشته است. در کنکاشی که در زندگی شما می کنم به عنوان یک خبرنگار، من هم هیچ آثار ظاهری از خاص شما برای قدرت رو نمی بینم، درست فرض بفرمایید مثل برادر بزرگتون. آیا شما میپذیرید که در یک برهه زمانی هرچند کوتاه، درست مثل بقیه روشنفکرا، درست مثل برادرتون، نه کاملا مثل اون، مثل بقیه اشتباه کردید؟ توضیح بفرمایید آقای دکتر. بله. چرا شما گفتید چطور چرا اشتباه کردم؟ دلیل چیه؟ به چه مناسبت؟ به دلیل اینکه شما تو این دوره موضعی که میگیرید بیشتر موضع انقلابی است تا یک موضعی یک روشنفکر ایرانی است که اعتقاد به قانون اساسی مشروطیت داره و اعتقاد به فرایند ملی شدن نفت داره و اعتقاد داره که ملت ایران زمان پهلوی ها، پهلوی اول و پهلوی دوم، در زیر یک استبداد به سر برده. شما با شمع روشنفکری خود باید میدونستید که حکومتی که در شرف تثبیت پایه‌های خودشه تمام خمیرمایه‌های خودش رو از قوانین و مسائل مذهبی میگیره و نمیتونه آن چه که شما به عنوان یک روشنفکر در انتظارش بودید اقناع بکنه. تو این شرایط چرا بازم به دنبال آقای خمینی رفتید و دنبال انقلاب رفتید
درسته که بعد برگشتید، ولی برای این دوره آیا فکر نمی کنید که اشتباه کردید؟ مساحی و نقطه گذاری که تو شما تاریخ می کنید به اصطلاح درش نکس وجود داره که من چه وقت از آقای خمینی حمایت کردم، در چه موقعی حمایت کردم؟ آیا برای دوره که از پیش از انقلاب شروع میشه و موزه انقلابی خودتون که در نوشته هاتون متولور میشه و نوشته هاتون چه در جنبش و چه در نشریات دیگر از جمله اطلاعات، و احساس نمی کنید که درست مثل برادرتون که احساس میکنه که اشتباه کرده، شما هم اشتباه کرده بودید تو دوره؟ آقای سعد برکه برادر منده بود، ایشون معذرت میخواد، نه معذرت خودش ره، ایشون معذرت یک جنبشی رو میخواست به اسم نهضت آزادی. ایشون جزء نهضت آزادی بود. ایشون در کابینه آقای مهندس بازرگان وزیر کشور بود. بعد از 6 ماه شد 1 سال وزیر دادگستری ایشون بود. بنابراین آقای صدر کجا بنده خانه نشین دست به قلم که نه بازیگر سیاسی بودن به معنای واقعی، که ایشون وارد سیاست بودی مملکت نمیخواستن اداره کنه. اگر شما آقای صدر کنار بنده می نشوندید میگفتید دو تا برادر حالا حرفات بیشون بزن، اون وقت من بهشون میگفتم که آقا شما وسیله بودید. آقای خمینی با سه اصل قدرت، قدرت ماکیاولی وارد تهران شد. اول رهبر انقلاب بود، یعنی دنیا ایشون رهبر انقلاب میشناخت. دوم ایشون متکی به سازمان بود، سازمان داشت، بازار و منطبع. سوم رسیدن به هر قدرت به هر وسیله، یعنی اونجایی که وسیله توجیه میکنه هدف ره. خب آقای صدر و همگران و آقای نهضت آزادی قربانی این شدن که وسیله شدن. نشانی بود، نشانی که 1 سال نگذشته آقای خمینی آقایان را پرتاب کرد، وسیله را پرتاب کرد، برای اینکه میگفت که شما وسیله ای نیست که قدرت را تامین کنید. خب بنده 1 هفته بعد از انقلاب نگذشته بود یا 2 هفته در جواب آقای آیت نوشتم به تاریخ دروغ نگویید، یعنی اولین کسی بودم که بر علیه اینا بلند شدم، گفتم شما گفتید که نفت آقای کاشانی، این دروغه، این دروغه به مردم دارید میگید. بنابراین از اون وقت به این طرف شروع شد تا اونجا پیشرفت که 12 اردیبهشت سال 1358، یعنی کمتر از 4 ماه پس از انقلاب، اون مقاله معروف خودتون رو که صدای پای فاشیست، وقتی که سفارت رو گرفتن نوشتم که توپخانه‌ای که دروغ شلیک میکنه، با 18 دلیل در جنبش، جنبش قانونی، با 18 دلیل ثابت کردم که انقلاب از بین رفته، برای اینکه توپخانه اشغال سفارت، توپخانه شلیک، دروغ شلیک میکنید، با تبلیغ دارید مردم رو دروغ میکنید برای اینکه وسیله قدرت کردید. بعد قول فاشیسم رخه آقای بهشتی رو گرفتم که مصاحبه مطبوعاتی میکردند و کوس ملل ملکی میزدند، عرض میکنم که جا، و همینطور به ترتیب جلو. بنابراین من کجا و آقای صد، من معذرت از چی بخواهم؟ فرمایشاتی که میگین که خب من هم جست و گریخته در جریانش هستم، همین که شما میفرمایید که 2 هفته بعد از انقلاب موضع میگیرین در مقابل آیت و بعد در قبال آقای بهشتی که یکی از اعضای شورای انقلابه، و بعد مقاله معروف صدای پای فاشیسمتون میاد که برمیگرده به تمام کسانی که در حقیقت آقای خمینی گماشته در صدر کشور، روحانی اونی که گذاشته، همه اینها دلالت بر این مسئله نداره که دکتر حاجس جوادی سال 55 که قلمش و اندیشه‌اش مقبول ملته، حداقل مقبول یک طبقه از روشنفکران ایرانیه، دوباره خودش رو بازیافته و لباس انقلابی خودش رو که پیش از انقلاب به تن کرده در آورده و راه خرد رو و خردی که همواره در تمام طول عمر سیاسیش همراهش بوده دوباره بازیافته، شما نمیتونید به این مسئله اعتراض داشته باشید؟ منظورتون این است که بنده در یک قسمت شور انقلابی داشتم؟
در یه قسمتی و بعد شما باز میابین خودت رو. این بازیافتن همین مسائلی است که شما عنوان میفرمایید. درست دو هفته بعد از انقلاب با نامه به آیت، بعد با موضع گرفتن در مقابل بهشتی، و بعد سه ماه چهار ماه بعد با نوشتن مقاله معروفتون صدای پای فاشیسم. در صدای پای فاشیسم شما غروب آزادی رو به ملت و به مردم و روشنفکران هشدار میدید. چیزی که مردم از شما علی اصغر حاشد جوادی انتظار داشتن اون نامی پرصلابت و شجاعانه بود که در سال 57 به محمد رضا شاه پهلوی می‌نویسه. عرض می‌کنم که اون چرا که مورد توجه نیست این است که وقتی که آقای خمینی گفت که صدای قلم‌ها رو بشکنید در تلویزیون، بنده بلافاصله جواب دادم کدام قلم‌ها رو بشکنید؟ قلم‌های حق یا قلم‌های مزدور؟ مجموعه اینا به چه نتیجه ای رسید؟ به اونجایی رسید که در جمهوری آقای بنی صدر، ریاست جمهوری آقای بنی صدر، همونطوری که بهتر از من اطلاع دارید، کمیسیون فیصله اختلاف بین بنی صدر و جمهوری اسلامی یعنی آقای بهشتی و رفسنجانی فلان داشت و آقای یزدی. آقای یزدی بلافاصله به عنوان سخنگو دو روز بعد در روزنامه اطلاعات خبری ما خواندیم که بنا به دستور نوشته های حاشیه جوادی را فرستادن به دادگاه انقلاب. خب بنده که عرض کردم در تلفنی هم شاید خدمتتون گفتم دیر بودم مگس خرزهره مگس بودم وزوز میکردم، یعنی ببخشید در اصطلاح عامه پاچه همه آقایان را گرفته بودم یکیه، حتی آقای رفسنجانی ره. خب بنده فکر میکردم که این پرونده اگه بره به دادگاه انقلاب بنده ره خواهند گرفت و نمیکشن، بلکه میارن زیر شکنجه که بیاید بگه آقا من غلط کردم امام من ببخش. خب پس در نتیجه من در مقابل یک هنچه سرنوشتی قرار گرفته بودم. از خودم میپرسم که خب من چه کار کردم؟ کی هست که در الان نه آقای مهندس بازرگان نه دیگران اعتراض نکردن؟ در نتیجه من مجبور شدم که آمدم اینجا و شعبه اول دادگاه انقلاب به ریاست آقای نیری، بنده محکوم شدم به مفسد فی الارض و محارب با خدا، یعنی حکم انقلاب درباره بنده به این صورته. چه سالی آقای دکتر این حکم غیابی رو برای شما صادر کردن؟ شما در پاریس تشریف داشتید اون زمان؟ برای اینکه در غیبت بود که من نگرفتن، یعنی من نبودم که بگیرن. شما فضای اجتماعی زمان جمهوری اسلامی رو سخت‌تر از زمان حکومت محمد رضا شاه پهلوی می‌بینید یا نه؟ سخت‌تر به معنای این است که محدودیت‌های بیشتری برای اندیشمندان، برای روزنامه‌نگاران و برای بقیه وجود داره یا زمان سلطنت محمد رضا شاه؟ عرض کنم که این به قول معروف قیاس مال فارغه، این هیچ قابل مقایسه نیست، برای اینکه ایشون برای اون شرایط آقا تشریف می‌بردن اسکی در کوههای سوئیس، ایشون به زبان انگلیسی و به زبان فرانسه با سفرا حرف می‌زد، ایشون لباس‌های همونطور که می‌دونید، ایشون این آقای به قول معروف طلبه مدرسه فیضیه قم نبود، بنابراین یک پاش به قصرهای شاه‌ها و رؤسای جمهوری بود که پای آقایان نبود، نیست و اصلا نرسیده. نیته ایشون انقلاب شاه و ملت را انداخت. ایشون آمد گفتش که خدا شاه میهن. بنده در نوشته هم نوشتم که آقا در سال 57 من برای ایشون نوشتم، یعنی ساواک بود، اعلی حضرت هم بود، ارتش هم بود، آمریکا هم بود. من نوشتم آقا شما شاه پادشاهی مشروطه در قانون اساسی مشروطه پادشاهی مشروطه است، شما آمدید شاهنشاهی درست کردید، این شاهنشاهی را از کجا آوردید؟ اگر اعتراض دارید همین دادگستری که زیر نظر شماست بریم تا من ثابت کنم که شما دروغ میگید، جعل شاهنشاهی نداریم ما، کدوم شاهنشاهی؟ خب در نتیجه در تمام مدت 57 من حمله کردم بهشون، نوشته با امضا و با تاریخ. خب منظور من چی بود؟ همونطور که اشاره کردید من بازیگر سیاسی که نبودم، قدرت که نمیخواستم، من جنگیر که نبودم، رمال که نبودم، منظورم این بود آقایان جمشید همین به قول شما برادر بنده آقای مهندس با آقایان شما جمشید نگذارید، این داره منقرض میشه. همونطوری که اشاره کردید دوتا نامه قبلی سال 54 و 55 حکایت از انقراض این میکرد که من بشارت دادم که آقا این منقرضه،
بعد گذشت به سال 57 رسید. در تمام این سالها ماها تا بهمن 57 من علیه این چیز نوشتم. به نامه های سال 54 و 55 اشاره فرمودید، خصوصا نامه سال 55تون. در اون زمان که این نامه رو نوشتید، بعضی جاها از شما نقل قول کردن که شما در خانه گفتید که من موشک به هوا کردم. پرسشم از شما آقای دکتر اینه که آیا اون زمان که این نامه رو نوشتید، قصد و نیت قلبی شما سقوط حکومت پهلوی بود و در جهت تضعیف اون بود، یا اینکه واقعا میخواستید این حکومت اصلاح بشه و راه اصلاحات رو در پیش بگیره؟ عرض کنم که آقای بهزادی، از اول من چون دنبال تاریخ حقیقی بودم، من از اول عقلم میرسید که شاه در قانون اساسی مشروطیت سلطنت میکند و حکومت نمیکنه. در نتیجه اینقدر عقلم میرسید چون سن سالم هم همین اقتضا میکرد. شهریور 20، وقتی که شهریور 20 فضا باز شد به اصطلاح، همه آقایان از آخوندها هم دیگه از چی در آمدن بیرون، از سیاست وارد سیاست شدن، به اضافه سایرین، هیچ کس هیچ جریده‌ای حرف از الغای سلطنت، مبارزه با سلطنت نزد. هیچ کس، حتی حزب توده، محور بر این میگردید که شاه حکومت سلطنت کند نه حکومت. ایشون هم همین قصد سوگند را در آغاز سلطنتش خورد، وفاداری به سلطنت. در نتیجه بنده پیرو به همین قضیه بودم. یعنی من میدونستم که جامعه قدرت حرکت، چیز فکری، فرهنگ فکری نداره که خودش در دست بگیره اختیار خودش ره. بنابراین مسئله برای نبود. به عبارت دیگر این که بله، در ذهن آخر بنده طبیعیست که هیچ وقت جمهوری رو ول نمی کردم، سلطنت، اون یه چیز ایدئال بود. اما واقعیت این بود که من هیچ وقت تخطی نکردم. به سالهای شهریور 20 برگشتید و فضای باز سیاسی که در اون زمان ایجاد شده بود، من به درستی نمیدونم، ممکنه توضیح بفرمایید که شرایط پیوستن شما به حزب توده در چه فضایی انجام گرفت؟ وقتی که فضا باز شد دیر نکشید که حزب توده اعلام وجود کرد، یک سال 6 ماه، 5 ماه. خب پس بنابراین با توجه به گذشته 53 نفر، با توجه به مثلا اون چرا که گروه ارانی و بود و بود، عرض میکنم که در نتیجه ایشون یکی از به اصطلاح انحرافات اساسی این است که راه تعامل و راه به اصطلاح کیر بست، یعنی به طور خود به خود نسل‌های جوان یکی بعد از دیگری که در می آمدیم و چشمون باز می شد می رفتیم تو حزب توده، چون جای اساسی که هر که با ما نیست بر ماست. حزب توده یعنی شد افیون توده ها، بیشتر روشنفکر ها. روشنفکر ها البته نه. هر کی از دانش ها چشمش باز می شد، بعد باد مخالف ره استم می کرد از طرف فساد نظام، می رفت به طرف حزب توده. بنابراین حزب توده تغذیه به اصطلاح حیاتیش از این طریق بود. چطور شد که شما از حزب توده بریدید با آقای خلیل برکی؟ بنده آمدم که پاریس که این روزی اگر یادتون باشه آقای استالین شروع کرد به اروپای شرقی جلو رفتن، رسید به یوگسلاوی، تیتو گفت که بس جناب عالی تا اینجا توقف کردی، بنده هم کمونیستم، سوسیالیستم، ولی نه دنبال شما، از تانک های شما نمی ترسم، برای اینکه من در تمام مدت جنگ دوم در کوههای یوگسلاوی با آلمان ها جنگیدم، ملت با من بود و با من هست و میفهمه تانک روسی نباید وارد بشه، ما خودمون سوسیالیستیم. بنابراین من یه روزی در بعد از نهار در بانک در باغ لوکزامبورگ نشسته بودم، آفتاب بود، بعد از نهار بود، دیدم خانمی، دختر خانمی آمد جلوی من، گفتش که آقا یه اعلامیه های امضایی دیگه، این امضا کن. گفتم چیه خانم؟ گفتش که اعلامیه از علیه مارشال خائنی، یعنی تیتو. گفتم من امضا نمی کنم. گفت چرا امضا نمی کنی؟ گفتم که خانم جون، بنده قربانی همون
جریانی هستم که الان جلوش آقای مارشال خائنین در یوگسلاوی گرفته. اونا آمدن بردند و خوردند و هرچی بود و نبود که این دیگه اواخر میخواستن آذربایجان نمیدونم کردستان هم بخورن. من امضا نمیکنم. بنابراین از اونجا چشم من باز شد. شما فکر میکردین که حزب توده به آمالهای استقلال کشور خیانت کرده بود؟ مسلم. شما در تمام آثار و نوشتارتون ضمن این که از قانون اساسی مشروطیت دفاع میکنید، از اقدامات دکتر محمد مصدق نیز دفاع میکنید. شما چقدر خودتون رو از نظر عقیدتی با دکتر مصدق و اصولا نهضتی که ایشون داشتن نزدیک میبینید؟ آقای دکتر مصدق به نظر بنده دو هدف داشت، یعنی خلاصه زندگی سیاسی و تفکر سیاسی آقای دکتر مصدق به اعتقاد من در این دو هدف خلاصه میشه که رهایی از امتیازات خارجی که یک عمری که ایشون هم همراهش بوده اقتصاد و فرهنگ ایران را در دست گرفته، دوم رهایی از استبداد، چون ایشون هم دوره عملا استعمار خارجی را دیده بود و در مرکز مبارزه فعلیش بود. دوم اینکه برنامه دولت آقای دکتر مصدق در دو ماده خلاصه میشه، یعنی لغو امتیازات خارجی و اصلاح قانون انتخابات، برای اینکه انتخابات از دست یک عده فئودال بزرگ مالکان اینور و اونور و اونور که رعایا رو با صندوق میبردن و خودشون میامدن تو مجلس رها بشه، وکلای واقعی مردم بیان تو مجلس. این دوتا هدف اساسی دکتر مصدق در تمام عمرش، و بر سر این دوتا هم عمر سیاسی و عمر جسمی و فکریش گذاشت. شما چرا به جنبش جبهه ملی ایران نپیوستید؟ بنده اون موقع نبودم اولا، در ثانی در اینجا ذکر خیلی باید بکنم از آقای خلیل ملکی. آقای خلیل ملکی در بعد از تیر 31 که آقای قوام سلطنه را آورد، آقای دکتر مصدق بر سر گرفتن به اصطلاح وزارت دفاع اختلاف افتاد با شاه، بعد استفاده آقای قوام سلطنه را آورد. 30 تیر بود که یادتونه، ایشون مقاله نوشت که آقا در 30 تیر کودتا ادامه داره، بنابراین این کودتا در راهه. کودتا چنان در راه بود که اگر یادتون باشه استالین مرد و شوروی ها افتادن به جنگ داخلی، قدرت داخلی، جنگ قدرت. بله بله، جنگ قدرت. کنفرانس باندونچ برقرار شد، جنگ کره و فلان یا چیز شد که کنفرانس دولت های بیطرف. آقای شوارتزکوف آمد ایران، دیدنه سابق فرمانده ژاندارمری بود، مستشار جان. خانم اشرف پهلوی آمد، افشارتوس کشتن، تمام این چراغ قرمزها زده میشد جلوی چشم کابینه آقای دکتر مصدق. آقای ملکی گفت آقا این کودتا در راه، دیر یا زود، بنابراین دو راه در پیشه، یا شما که به اصطلاح این خیمه ملی شدن صنعت نفت بالا بردید به نام شماست، شما باید پایین بیارید، کنار بیایید، یا اینکه چکار بکنید، یا اینکه کمیته های محلی تشکیل بدید، در کمیته های محلی مردم تکلیف خودشونو بدونن که برای چی میان میدان، با کی چکار باید بکنن، اسلحه بگیرن، یعنی مقاومت شروع بشه بعد طرف کمیته های محلی. خب هیچ کدوم از این دوتا انجام نشود و کودتا براه افتاد، به اونجایی رسید که به 28 مرداد رسید. برگردیم به دوران معاصر. بعد از انقلاب، الان نزدیک به 38 سال از زمان انقلاب میگذره و حکومت برخواسته از این انقلاب که رنگ و بوی مذهبی داشته کماکان بر سریر قدرت تکیه زده. شما در مقالاتتون نسبت به گسترش فساد و مسلی کردن حقوق ملت ایران خیلی هشدار دادید، ولی الان در چه شرایطی هستیم آقای دکتر سید جوادی؟ با این رژیم
مردم ایران باید چه رفتاری رو در پیش بگیرن؟ آیا مماشات کنن و تلاش کنن که آن را اصلاح بکنن؟ یا اینکه وارد یک فرایند انقلابی برای براندازیش بشن؟ عرض میکنم که از جدال اصلاحات از قوم مقام فراهانی تا حسن روحانی 200 سال میگذره. یعنی در تمام این 200 سال اصلاحات از استبداد شکست خورده، با توجه به تحولی که در این جریان اتفاق افتاده. خب الان رسیده به جایی که کابینه آقای حسن روحانی هم برخورده به همون استبداد، ولی این دیگه ایران زمان 200 سال قبل، زمان 50 سال قبل، زمان 10 سال قبل هم نیست، زمان آقای خاتمی هم نیست. آقای خاتمی گفت این صندلی ریاست جمهوری تدارکاتیه، یعنی بنده رئیس جمهور تدارکاتیه، چون هر قدم اصلاحات از درون، از بالای یعنی در تمام این رژیم حرکت اصلاحات از 200 سال پیش از بالای رژیم بوده. آقای قائم مقام، آقای عرض میکنم که برسید آخرین امیرکبیر، رسید بسخرید به آخرین کابینه اصلاح طلب که آقای دکتر امینی بود، نه کابینه اصلاح طلب از بالای رژیم بودن، نه از درون ملت. هنوز اونجایی که بنده به فکرم میرسه، به عقلم میرسد، از درون ملت چیزی که خودش بیاد به صحنه مثل انقلاب کبیر فرانسه به وجود نیومده. پس در نتیجه این است که انقلاب یک انقلاب دیگری، یعنی هیچ انقلاب به دست کی و برای چی و به چه هدفی، سالبه به انتفاع موضوع به قول آخونده معنا نداره انقلاب. پس بنابراین چه باید کرد؟ به نظر بنده انقلاب باید به تدریج، یعنی با فشار از رو. الان نشون میده که انقلاب طبق گفته آقای آنتونیو گرامچی معروف میگه که دوره هایی میرسد که نه مردم زیر بار انقلاب میرن و نه حکومت میتوانه این حکومت بکنه. در این موقع است که قورباغه ها و بوک ها صداشون در میاد. الان شما در تمام گفته های این منابر و آز از آقای علم الهدای مشهد بگیرید تا اصفهان، میبینید که صدای قورباغه هاست که هیچ ربطی به صدای آقای ملک المتکلمین و جمال و زمان مشروطه نداره. یعنی سقوط اخلاقی و قدرت چیز ایران همینطور رسیده به مرحله آخر به اینجا. اما سوال این است که آخرش چی؟ در نتیجه یه نقطه اساسی به نظر من مطرحه، یعنی هشدار به ملت ایران، یکی به دولت ایران، دوتا که آقا این ایران صاحب بزرگترین قدرت انرژی از نفت و گاز، 80 میلیون جمعیت و صدها سال فرهنگ، در این ژئوپلیتیک هیچ همسایه‌ای، از پوتین بگیری تا عربستان سعودی، تا این ور آقای اردوغان، تا اون ور آقایان جمهوری های آسیای مرکزی، اسرائیل در رأس، ایران پیشرفته دموکرات، هیچ کس دوست نداره. آیا این حرف میتواند آقای ظریف و اکیب آقای ظریف تحصیل کرده آمریکا مذاکره چی بفهمانن؟ سوال و الا یک سوال بزرگ پیش میاد که خب بعد چی؟ میفرمایید که در یک بنبست گیر کردیم، یعنی رژیم در یک بنبست گیر کرده، مردم هم همین و مردم هم به همین ترتیب. زاویه حد اکثر پندسی این دو تا بنبست چه خواهد بود؟ زمان لازم داره که راهی باز بشه که از این بنبست گذر بکنه. من خیلی خوشبین، خیلی ایدئالیست باشم، باید بگم که همونطوری که آقای خمینی اسلام و دولت رو یکی کرد، به همین ترتیب وضع فعلی که ایجاد شده، نارضایتی مردم و عدم به اصطلاح نارسایی و استیصال دولت از یک طرف، این باعث میشه که ما در انقلاب مشروطیت حکومت و دولت را از هم جدا کردیم، ولی رضاخان زیر پا گذاشت، محمد رضا شاه همینطور، آقا آمد اصلا دولت را کرد شریعت. به نظر من این ایرانی که تا الان به قول آقای زکال ملک فروغی، مگر این که خدا به دادش برسه، ایشون میگفتن من که چیز خیری نمیبینم، که خدا به دادش برسه، تا الان شاید همین ملت ایران است که دین رم در
نقطه های آخری که ما هستیم از دولت جدا میکنه. به این ترتیب فکر میکنید که در پایان این فرایند که میتونه طولانی باشه جدایی دین، جدایی دین از سیاست خواهد بود؟ بله. از دولت خواهد. یعنی ایران یعنی راحت میشه از این قید چندین صد ساله که دین رم، یعنی این ایرانه، بیداری اعراب این کار نتوانست بکنه. در این فرصتی که باقی مونده میخواستم از تون خواهش بکنم که یک مقدار از خودتون بگید، از زمان کودکیتون، زمانهایی که ممکنه هیچ کس ندونه و شما دوست دارین راجبش صحبت بکنین، اگر هم نمیخواین صحبت کنین اشکالی نداره، ولی منتها اگر خاطرات شیرینی دارید در مورد گذشته بیان بفرمایید. من از کنم متاسفانه این ضعف رو دارم که شب که میخوابم، برای اینکه موقعی که من آمدم پاریس با پاریس بیگانه نبودم، ولی صبح بلند شدم از خودم پرسیدم من چه کارم اینجا. آقای یه روزگاری نه چندان دور یادش بخیر به من تلفن کرد که این آقایان مایلن شما برگردی. گفتم این آقایان کی هست؟ گفت همین آقایان به اصطلاح مامورین سفارت امنیت. گفتم آقا من خرمیس معرکم، من حیاتم بسته به وزوز کردنه، بنابراین اگر به من ضمانت وزوز کردن میدن همین امشب با بلیط خودم میرم تو ایران با ضمانت. اونجا که رفتم وزوز میکنم، ساکت نمیشدم، اگه بخوام ساکت بشم خب همینجا نشستم دیگه. بنابراین من این کارم، هیچ هدفی ندارم، هیچ آینده‌ای، هیچ با سیاستی، هیچ قدرتی، هیچ. من شب که میخوابم اون روز برام تمام میشه، تازه برای اینکه در اون روز فکر میکنم میجنگم، یه مرغی هستم که افسانه‌ای که میخوابه بعد دو مرتبه صبح پر و بال میزنه بلند میشه برای جنگیدن. میدان جنگ باشه یعنی حس بکنم میجنگم، قدم میزنم، نباشه خب ساکتم، نقش دیگه نیست. بسیار سپاسگزارم که برای شنوندگان عزیز یک بار دیگه تکرار میکنم که آقای دکتر علی اصغر خاشت جوادی نویسنده و روشنفکری هستن که از 3 سال بعد از انقلاب در پاریس اقامت دارند.